تاریخ دوستان عزیز سلام، به کانال آرت میس خوش اومدید. برنامه امروز رو هم مثل همیشه با لایک و کامنت و سابسکرایب همراهی کنید و تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. در تاریخ دوشنبه 2 آبان 1192 خورشیدی برابر با 28 شوال 1228 هجری قمری و 24 اکتبر 1813 میلادی در پی جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار میان این دو کشور معاهده‌ای در روستای گلستان امضا شد. به دنبال این قرارداد حاکمیت بر بخش‌هایی از شمال ایران شامل قفقاز، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان در ساحل دریای سیاه و مناطق چچن و اینگوش امروزی از ایران سلب شده و به واگذار شد. آذربایجان یک کشور در منطقه قفقاز و در جنوب شرقی اروپا می باشد. این کشور از شرق به دریای خزر و از شمال به منطقه داغستان روسیه و از شمال غربی به کشور گرجستان و از جنوب غربی هم به ترکیه و ارمنستان و از جنوب به ایران محدود شده است. این کشور میهن اقوام زیادی است که اکثر آن را آذری ها تشکیل می دهند. آنها یک گروه قومی ترک زبانند که 9 میلیون نفر را در آذربایجان شامل می شوند. در زمان حکومت مادها و سپس پارسها بسیاری از قفقازی ها به مذهب زرتشتی گرویدند و سپس به مسیحیت پیوستند که پیش از حمله عرب های مسلمان و مهمتر از آن حمله ترکان مسلمان است. در حال حاضر جمعیت آذربایجان 10,139,000 نفر با اکثریت مسلمان است. اما علت جدایی از ایران، این سرزمین تا حدود 200 سال پیش جزو کشور ایران بوده. اگرچه جنگ اول روسیه و ایران از بسیاری جهات تداوم نبرد برای برتری در ماورای قفقاز بود، اما این اختلاف بسیار متفاوت‌تر از درگیری‌های پیشین بین ایرانیان و روسیه در زمان نادرشاه کبیر بود، زیرا روند آن به همان اندازه مانور دیپلماتیک قدرت‌های اروپایی در دوره ناپلئونی تحت تأثیر تحولات در میدان نبرد قرار گرفت. ناپلئون به امید ایجاد اتحاد سه جانبه فرانسه، امپراتوری عثمانی و ایران، فرستاده‌های مختلفی را به ایران اعزام کرد که تلاش‌های دیپلماتیک او با عهدنامه فینکنشتاین که در 4 مه 1807 منعقد شد به اوج خود رسید. همچنین فرانسه ادعای ایران را در مورد گرجستان به رسمیت شناخت و وعده کمک به آموزش و تجهیز ارتش ایران را داد. با این وجود تنها 2 ماه بعد ناپلئون و الکساندر یکم با آتش‌بس موافقت کردند و پیمان تیلسیت را در 7 ژانویه 1807 میلادی امضا کردند که تعهدات فرانسه به ایران را غیر قابل اثبات کرد. هرچند که ماموران فرانسه همچنان به ارائه کمک نظامی پرداختند و برای میانجیگری در توافق با روسیه تلاش کردند. افزایش نفوذ فرانسه در ایران که به عنوان مقدمه‌ای برای حمله به هند در نظر گرفته شد، به شدت انگلیسی‌ها را به وحشت انداخت و تجدید روابط فرانسه و روسیه در پیمان تیلسیت به راحتی فرصتی را برای بریتانیا مهیا ساخت تا تلاش‌های خود را در ایران از سر گیرد. بر اساس پیمان اولیه تهران که توسط جونز در 15 مارس 1809 میلادی تنظیم شده است، انگلیس موافقت کرد 16,000 پیاده نظام ایرانی را آموزش دهد و تجهیز کند و در صورت تجاوز به ایران از سوی یک قدرت اروپایی یارانه 100,000 پوندی بپردازد یا در صورتی که آن قدرت در صلح با بریتانیا باشد میانجیگری کند. اگرچه روسیه مشغول برپایی صلح بود و جونز امیدوار بود که توافق اولیه به سرانجام برسد، اما این تحولات عزم فتلی شاه را برای ادامه جنگ تقویت کرد. در سال 1810 میلادی روابط انگلیس و ایران بیش از پیش گرم شد. پیمان اولیه به پیمان دوستی و اتحاد تبدیل شد که وعده های کمک نظامی را تایید کرد و مبلغ یارانه را برای این هدف به 150,000 پوند افزایش داد. سپس در سومین و آخرین پرده این داستان، ناپلئون در ژوئن 1812 میلادی به روسیه حمله کرد و باعث شد بار دیگر روسیه و انگلیس متحد شوند.
بریتانیا مانند فرانسه پس از تیلسیت مجبور شد راهی میان ضدیت با روسیه و نقض تعهدات خود در قبال ایران پیش گیرد و بهترین گزینه این بود که واسطه‌ای برای حل و فصل اختلافات بین این دو باشد. روزها متناوباً از شکست سال 1805 و همین اواخر در 1810 میلادی علاقمند به یافتن یک توافق مذاکره شده بودند. هنگامی که الکساندر تورماسوف پس از محاصره ناموفق ایروان جایگزین گودویچ به عنوان فرمانده شده بود و میرزای بزرگ قائم مقام تلاش کرده بود تا آتش‌بسی را ترتیب دهد. با این حال روزها برای پایان دادن به جنگ مایل به دادن امتیازات جدی نبودند و ایرانیان نیز اشتیاق کمتری به فیصله دادن به جنگ داشتند، زیرا از دیدگاه آنان جنگ خیلی بد پیش نمی رفت. با این حال برای اوزلی ناخوشایند بود که نیروهای بریتانیا را در مقابل متحد روسی خود مستقر کند و اینکه به محض رهایی روسیه از نبرد با ناپلئون اوضاع برای ایران احتمالاً بدتر می شد. بنابراین او درخواستهای روسیه برای عمل به عنوان واسطه را پذیرفت و به دنبال راههایی برای فشار آوردن بر قاجارها جهت پذیرش توافق بود. او اصلاحاتی را برای معاهده قطعی پیشنهاد داد، درگیری نظامی انگلیس را کاهش داد و تهدید کرد که از پرداخت مبلغ یارانی و وعده داده شده به قاجارها امتناع خواهد کرد. در فوریه سال 1812 میلادی رتیشوف فرمانده نیروهای روسی را به عهده گرفت و مذاکرات صلح را با ایرانیان آغاز کرد. اوزلی و نماینده وی در مذاکرات جیمز موریه به عنوان واسطه عمل کردند و پیشنهادهای مختلفی به رتیشوف ارائه دادند، اما آنها را نپذیرفتند. در ماه اوت عباس میرزا جنگ را از سر گرفت و لنکران را فتح کرد. پس از آنکه خبر رسید که ناپلئون مسکو را اشغال کرده است، مذاکرات در سپتامبر 1812 میلادی به حالت تعلیق درآمد. سپس در 31 اکتبر 1812 میلادی، در حالی که رتیشوف در تفلیس بود، ژنرال پیتر پوتلیارفیکسی حمله شبانه غافلگیرانه‌ای به اردوگاه ایران در اسلاندوز انجام داد که منجر به شکست کامل ارتش عباس میرزا و کشته شدن یکی از افسران پشتیبانی کننده انگلیس به نام کریستی شد. از آنجا که آشکار شد که تهاجم ناپلئون به روسیه ناموفق بوده است، روس‌ها به دنبال عملیات تهاجمی تری در قفقاز بودند. در اوایل سال 1813 میلادی دژ ایران در لنکران سقوط کرد و پادگان آن نابود شد و به روس‌ها این امکان را داد تا دوباره اکثر تالش را اشغال کنند. اگرچه فتحعلی شاه و عباس میرزا پس از این شکست می‌خواستند به جنگ بپردازند، اما سرانجام ناچار شدند در برابر اوزلی تسلیم شوند که به شاه اطمینان داد که یا روس‌ها امتیازات ارضی را خواهند داد یا انگلیسی ها یارانی وعده داده شده خود را ادامه خواهند داد. طرفین برای مذاکره در روستای گلستان در قره‌باغ با رتیشوف نماینده روسیه و ابوالحسن شیرازی و اوزلی به عنوان نماینده برای ایران دیدار کردند. اوزلی چیزی بیشتر از استفاده از نفوذ خود برای ادامه مسیر در جهت توافق و محافظت از منافع انگلیس انجام نداد، زیرا شرایط واقعی این توافقنامه اساساً توسط رتیشوف دیکته شده بود. پیمان گلستان در تاریخ 29 شوال 1228 هجری قمری یا 24 اکتبر 1813 میلادی منعقد شد و در سپتامبر 1814 میلادی در تفلیس تصویب شد. این قرارداد توقف همه خصومت‌ها را بین روسیه و ایران و تعیین حدود مرزی بین آنها را بر اساس وضعیت فعلی فراهم کرده است، یعنی هر یک از طرف‌ها اساساً قلمرو خود را تحت کنترل خود نگه می‌دارند. این نه تنها از دست رفتن حاکمیت ایرانیان بر قفقاز را منعکس می‌کند، بلکه ادعاهای عثمانی را نسبت به برخی از این سرزمین‌ها کم کرد. روس‌ها این حق را پیدا کردند که شاهزاده‌ای را که به عنوان وارث معرفی می‌شود به رسمیت بشناسند و در صورت لزوم بتوانند به او کمک کنند تا هر گونه حزب مخالف را سرکوب کنند. این زبان به عمد مبهم پیش زمینی خطرناک را ایجاد کرد که روسیه نه فقط حق به رسمیت شناختند،
بلکه در واقع تصویب یا به طور ضمنی وتو تعیین ولیعهد ایرانی را داشته باشد. روسیه همچنین حق دسترسی کشتی‌های تجاری خود را به بنادر ایرانی خزر و حق انحصاری نگهداری کشتی‌های جنگی در خزر را تضمین کرد. مواد باقی مانده برای تبادل زندانیان، انتصاب سفیران، روابط تجاری، گمرک کالاها و سایر امور روزمره ترتیب داده شده است. به این ترتیب آذربایجان طی قراردادهای گلستان و ترکمنچای به روسیه ملحق شد. با اینکه تزارها کنترل منطقه‌ای قفقاز را به دست گرفتند، اما همچنان نفوذ فرهنگی و معنوی ایران و عثمانی در منطقه بیشتر از نفوذ روسیه بود. در این دوره روس‌ها سرمایه‌گذاری بسیار کمی در این ناحیه می‌کردند، اما با استخراج نفت توجه به آذربایجان بیشتر گردید و اقتصاد محلی رونق گرفت. در این دوره جمعیت شهر باکو به طور فزاینده‌ای افزایش یافت و مهاجران روس یک سوم جمعیت شهر را تشکیل می‌دادند. ارمنیان نیز به عنوان اعمال روس‌ها در دوایر رسمی مشغول بودند. این گونه تضادهای اجتماعی باعث وقوع شورش‌هایی در سال 1905 میلادی شد. آذربایجان بیش از 80 سال تحت سلطه روس‌ها بود تا سال 1918 که به دنبال انقلاب روسیه آذربایجان مستقل شد و جمهوری دموکراتیک آذربایجان بنیان گذاشته می شود. نام آذربایجان که توسط رهبر حزب مساوات محمد امین رسولزاده به رسمیت شناخته شده بود، به دلایل سیاسی پیش از تأسیس جمهوری برای شناختن مناطق مجاور شمال غربی و شرقی ایران مورد استفاده قرار می گرفت. این کشور در سال 1920 توسط نیروهای شوروی مورد تهاجم قرار می گیرد و تا زمان فروپاشی شوروی در سال 1991 تحت سلطه کمونیسم قرار می گیرد و سرانجام جمهوری مدرن آذربایجان شکل می گیرد. لطفاً نظراتتون رو راجع به این برنامه با ما به اشتراک بذارید. ممنون از شما و خدا نگهدار.